سلام دوستان، به کانال بیوگرافی فارسی خوش اومدید. مرسی که کانال ما رو انتخاب کردید. اگر هنوز عضو این کانال نیستید، از زیر همین ویدیو با زدن دکمه سابسکرایب عضو کانال ما بشید و برای اطلاع از آخرین ویدیوهای ما زنگوله کنارش رو بزنید. خانم المیرا شریفی مقدم، متولد 18 خرداد 1360 در تبریز، گوینده و مجری اهل ایران است و در شبکه خبر فعالیت می‌کند. او فارغ التحصیل لیسانس رشته میکروبیولوژی دانشگاه آزاد و دانشجوی کارشناسی ارشد علوم ارتباطات است. او گفته بدون پارتی وارد صدا و سیما شده و حالا مجری، خبرنگار و طرفدار دو آتیشه تیم پرسپولیس است. او در یک خانواده تبریزی متولد شد اما بزرگ شده تهران میباشد. مادرش ناظم دبیرستان دخترانه و فردی سختگیر بود. او تنها یک برادر دارد و در سن 12 سالگی پدرش به قتل رسید و هنوز هم بعد از سالها قاتل او پیدا نشده. او در مصاحبه گفته در خانواده‌ای بزرگ شدم که همه اعضای اون به خبر علاقه داشتند. مرحوم پدرم همیشه بخش‌های مختلف خبر رو گوش می‌داد و روزنامه همیشه در خونمون بود. قبل از اینکه به مدرسه برم با سواد شدم و میتونستم بخونم و در همون عالم کودکی ادای آقای محمد رضا حیاتی رو در میآوردم و گویندگی میکردم. خانم المیرا شریفی در اوایل سال 78 وقتی 18 ساله و پشت کنکور بود از طریق تست گویندگی وارد شبکه تازه تأسیس خبر شد و بعد از طی دوره‌های گویندگی استخدام شد. او در این باره گفته اولین خبری که در این شبکه خواندم فروردین سال 1380 بود که در برنامه اخبار جوان اجرا کردم. دو ماه بعد بلافاصله به من اخبار پزشکی تخصصی شبکه خبر رو پیشنهاد دادند و کم کم همین روند ادامه داشت تا اینکه در حال حاضر گوینده مرکزی شبکه خبر هستم. به عبارتی تمامی ارتباطات، گفتگوی خبری و اخبار فوری دو گوینده ثابت دارد که در هر شیفت 7 ساعت باید حضور داشته باشند تا این اخبار رو پوشش بدن. پس با این حال باید بر همه چیز واقف باشید. متاسفانه یا خوشبختانه به همین شکله. باید به تمامی اتفاقات و رویدادهای جهان به ویژه سیاسی آگاهی داشته باشید. خانم شریفی مقدم همکنون گوینده مرکزی شبکه خبر می باشد و چند سالی است که با شبکه خبر همکاری می کند. خانم شریفی مقدم در سال 79 و در سن 19 سالگی با داوود آبدی 25 ساله که از همکارانش بود رابطه عاشقانه‌ای را برقرار کرد که در نهایت در سال 82 به عقد و در بهمن 83 به ازدواج ختم شد. او در این باره گفته پسر اولم امیر ابوالفضل در 24 فروردین سال 89 به دنیا آمد. زمانی که در دوران مرخصی بودم متوجه شدیم پسر دومم هم در راه است. بچه هام تنها 10 ماه و 20 روز فاصله سنی دارن و 14 اسفند همون سال امیر ارسلان به دنیا اومد. آقای داوود آبدی متولد 1 تیر 1354 در تهران، خبرنگار شبکه خبر هست. او فارغ التحصیل لیسانس رشته علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد می باشد و در تکواندو دان 4 دارد. او از سال 75 فعالیت خبری خودش رو در مجله بامدادی رادیو شروع کرد و در سال 78 با تأسیس شبکه خبر به تلویزیون اومد و مجری شد. او درباره نحوه آشنایی و ازدواج خودشون گفته من با عموی همسرم از قبل دوست بودم. یک بار ایشون به من گفت که من برادرزادم هم به این شبکه خبر اومده. حواش رو داشته باش. من هم فکر میکردم که برادرزادش یک آقاست و علکی گفتم باشه، حواش رو دارم. اما وقتی وارد تحریریه شدم و خانم شریفی مقدم خودش رو معرفی کرد تازه فهمیدم دوستم ایشون رو میگفت و از همونجا بود که فکر ازدواج با خانم شریفی به ذهنم افتاد و در نهایت هم در سال 82 با هم ازدواج کردیم. خانم شریفی گفته هر شبی که هر دو خونه باشیم حتما برنامه ریزی میکنیم و بیرون میریم. پارک، سینما، تئاتر و کنسرت های موسیقی جز برنامه هامون هست. البته آقای آبدی خیلی با کنسرت موسیقی میونه ای نداره. آقای داوود آبدی در حال حاضر مجری بخش ورزشی شبکه خبر هست. خانم المیرا شریفی در شبکه‌های اجتماعی فعال هست و برخی مطالب منتشر شده توسط او در رسانه‌های کشور بازتاب‌های گسترده‌ای داشته. از جمله روایتی که او درباره قتل پدرش در سال 72 منتشر کرد. پدر المیرا شریفی مقدم در سال 1372 در جریان یک نزاع با دزد کیفزن به قتل رسید. قاتل پس از سالها هنوز شناسایی نشده و این پرونده مختومه شده.
به گزارش خبرگزاری خبر آنلاین، خانم شریفی که چند سال پیش برای نخستین بار از ماجرای قتل پدرش پرده برداشت، بار دیگر به مناسبت سالگرد این واقعه خاطره خودش را از اون شب نوشت. خانم شریفی مقدم با انتشار عکسی از خودش در آغوش پدرش نوشت: ساعت 5:25 دقیقه عصر 19 دی 72 من و برادرم منتظریم که پدر و مادرمون برگردن خونه. صدای کمک میاد، دوباره کمک. با سومین کلمه کمک صدای بابام رو شناختم. جلوی ورودی خونه حمله کردن برای سرقت کیفش و وقتی مقاومت میکنه به قتل میرسه. 25 سال گذشته و دو نفر قاتل هنوز پیدا نشدن. هر چقدر بزرگ میشم اون شب وحشتناک پررنگتر در نظرم دیده میشه. خانم المیرا شریفی گرچه یک خبرنگار هست، اما او شدیداً طرفدار تیم پرسپولیس هم میباشد و در هر برد این تیم در شبکه اجتماعی خودش به طرفداران این تیم تبریک میگه. خانم شریفی مقدم یکی از شجاع‌ترین ژورنالیست‌های صدا و سیمای ملی هستند که همیشه با سوالات و گزارش‌هاشون مورد توجه مخاطبان قرار می‌گیرن و از طرف اونها خبرنگار قهرمان خطاب میشن. در سال 1394 بود که خانم شریفی مقدم در جریان اعلام تعداد اولیه شهدای ماجرای منو با بغض ناخودآگاه خودش روی آنتن زنده باعث گریه هزاران نفر شد. همچنین خانم شریفی در حین خواندن خبری در مورد یک کودک بیمار در جلوی دوربین بغض کرد. او در مصاحبه‌ای در مورد این واکنش گفته: دقیقاً 2 سال پیش یک گزارش از دسفول ارسال شده بود که یک دختر بچه 3 ساله بسیار زیبا در سرش تومور بدخیمی درآورده بود. این تومور صورت این بچه رو کج کرده بود. به من گفتن که این گزارش قرار پخش بشه. من همچون بی نهایت روی بچه ها حساسم، گفتم من به تصویر نگاه نمی کنم، چون اگه نگاه کنم نمیتونم خبر رو بخونم. من خبر رو خوندم و برگشتم که تصویر بچه یک لحظه بزرگ فیکس شد. خواستم بگم دعا میکنیم هیچ مادری غم و درد فرزندش رو نبینه که یکهو بغض شد. از شانس من هم نصف ایران این خبر و بغض من رو دیدن. همینطور پیام به شبکه میومد. گریه من اصلا تبدیل به یک ولوله شد. از ستاد اجرایی فرمان امام تماس گرفتن که این بچه هر جا هست و هزینه درمانش هر چقدر که میشه ما به عهده میگیریم. شبکه خبر هم بغض من رو در فواصل زمانی مختلف پخش کرد و شب بعد ما دوباره ارتباط گرفتیم. شکر خدا این بچه از دسفول به اصفهان منتقل شد و تومورش تخلیه شده بود. چند جراح پلاستیک تماس گرفتند و گفتند ما این دختر رو به صورت رایگان جراحی میکنیم. بعد چند عمل جمجمه هم انجام شد تا اینکه صورتش به حالت عادی برگشت. با اینکه مجبور شدن چشمش رو تخلیه کنند، اما 1 سال بعد حال این دختر کاملا دگرگون شد. شاید گویندگی هیچ سودی برای کسی نداشته باشه، اما اونقدر مردم در حق من و این بچه دعا کردند که این موضوع بزرگترین منفعت من از گویندگی خبر شد. هنوز پیگیر این دختر بچه هستم و دلم میخواد یک روز ببینمش، اما فعلا تهران نیومده. اما در تاریخ 26 تیر ماه 1400 در پی مشکلات آب خوزستان، خانم شریفی طی تماسی تلفنی با قاسم سلیمانی دشتکی استاندار خوزستان مصاحبه‌ای داشت که به اختلاف نظر شدید منجر شد و ویدئوی این گزارش به طور گسترده‌ای در فضای مجازی در حال دست به دست شدن بود. در این ویدئو خانم شریفی از استاندار خوزستان درباره کمبود آب کشاورزی و شرب این استان سوالات واضحی را مطرح کردند که استاندار خوزستان گفت که دولت کارهای بزرگی کرده و به بیش از 700 روستا آبرسانی انجام داده که این روستاها کمبود آب ندارن اما تنش آبی دارن که قسمت مهمی از این پروژه ها انجام شده. خانم شریفی پرسیدند که اگه کارهای بزرگی انجام شده چرا تهش شده این؟ که ناگهان لحن استاندار خوزستان تغییر کرد و گفت که اگه شما میخواید حرف بزنید من هیچی نگم، شما هی صحبت من رو قطع میکنید. خانم شریفی هم گفت آخه ما داریم میپرسیم چرا مردم آب ندارن، شما میگین دولت کارهای بزرگی کرده. و در ادامه استاندار ادامه داد که ما تنش آبی رو به سرعت سازماندهی کردیم برطرف بشه، آب کشاورزی هم سازماندهی میکنیم که رها بشه. در ادامه خانم شریفی پرسیدند که اگه قرار آبشون بس بشه یا آبرسانی انجام بشه کی این کار قرار انجام بشه، که استاندار خوزستان در جواب پرسید که کدوم روستاها، و خانم شریفی مقدم هم گفت آقا شما آمار دادید 700 روستا، بعد از من میپرسید کدوم روستا؟ استاندار هم گفت که شما به من بگید کدوم روستا. و در نهایت خانم شریفی در پی عدم پاسخگویی واضح و دقیق ایشون تماس رو قطع کردند که مورد توجه و تحسین این خبرنگار در فضای مجازی شد.
مرسی که با لایک کردن و کامنت گذاشتن از ما حمایت میکنید. حتما نظرتون رو در زیر همین ویدیو و در قسمت کامنت برای ما بنویسید. و اگه هنوز عضو این کانال نیستید، میتونید از زیر همین ویدیو با زدن دکمه سابسکرایب عضو کانال ما بشید. اوقات به کامتون باشه. تا دیداری بعد، بدرود.